پاسخ احتمالی ایران به قطعنامه آژانس را واکنشی محتاطانه و برخوردار از شکیبایی توصیف کرده است. چین و روسیه از مخالفان تشدید تحریم‌ها علیه ایران به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رأی موافق دادند. در استودیوی ما بینندگان ارجمند اکنون آقای رحیم رشیدی روزنامه‌نگار حضور دارند. آقای رشیدی با تشکر از شما خوش آمدید به برنامه ما. سوال اول من این هست که به نظر شما تحریم‌های اعمال شده بر ایران تا چه اندازه دولت جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده؟ در این شکی نیست که تحریم‌های جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه سیاست‌های نادرست این رژیم کارایی داشته، تأثیر داشته و همین که گاهگداری مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در مناسباتی بدون ربط و با ربط به این مسئله اشاره میکنن حاکی از این واقعیته که این تحریم ها شکننده است. چرا؟ چون خیلی هوشمندانه است، حساب شده است و تأثیرش هم تا حدودی بر روی مردم تأثیر داشته این تحریم ها و نتیجه اعمال تحریم ها قبلا که کشورهای غربی من جمله بر کشورهای اروپای شرقی اگر به طور مشخص اشاره بکنم در یوگسلاوی بر دولت میلوسویچ یا اخیرا بر دولت صدام حسین که سال 2003 بعد از حمله همپیمانان به حکومت صدام حسین حال قضیه کنده شد و اون حکومت سرنگون شد. در واقع کیس هایی که در این زمینه بررسی میشه بعد از فروپاشی این نظام ها که مورد تحریم قرار میگیرند و همیشه اصرار میکنن مسئولینش که تحریم راه به جایی نخواهد برد، اثری نداره، تاثیرگذار نیست، ولی اینها شبا خوابشون نمیبره. اگر واقعا تاثیرگذار نیست چرا تا این حد از این مسئله صحبت میکنن؟ این مسئله خیلی هوشمندانه است و بدون هیچ شکی تاثیرگذاره. یه بخش از تاثیرش هم بر روی مردمه. تا مردم ایران از خودشون سوال بکنن رژیمی که پاسخگو نیست، رژیمی که با سیاست‌های ماجراجویانه در منطقه، رژیمی که در واقع با کج اندیشی در رابطه با معیارهای بین المللی و زیر پا گذاشتن معیارهای بین المللی باعث شده این بازار بزرگ مصرف ایران و ایرانی که دارای این همه منابع طبیعی غنی و انرژی هستش چرا نباید در جهت آبادانی و سازندگی ایران زمین ازش استفاده بشه؟ سیاست عدم مدیریت و کفایت مدیریتی شایسته در مقطع کنونی باعث شده که اینها کج اندیشی بکنن و ایران رو در چنین مرحله خطرناکی قرار بدن. سوال دیگرم این هستش که تحریم‌ها شدیدتر به نظر شما آقای رشیدی موجب پاسخ مثبت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه بین‌المللی خواهد شد یا نه اگه تحریم‌ها شدیدتر بشه؟ وقتی که به پاسخ یا موضع حاکمان جمهوری اسلامی ایران نگاه می افکنیم بلافاصله به این نتیجه دست می یابیم که این حکومت همان گونه که اشاره کردم چون حکومت مسئولیت پذیری نیست، چون منافع ملی جامعه ایران و مردم ایران و سرزمین ایران براش ارزشی نداره، در واقع اینها در راستای حفظ قدرت خودشون و در قدرتشون هم اومدن در داخل خودشون همه به خودی و غیر خودی تقسیم کردن و امروز تمام سرمایه گذاری هاشون در این زمینه اگر توجه بکنیم بر سر سپاه پاسداران و نیروهای بسیجه. پس تحریم های شدیدتر هم نشانه این واقعیت بنا به این مسئله که اینها حکومت پاسخگو مردمی و مسئولی نیستن نمیتونه در تغییر موضع جمهوری اسلامی ایران نقش چندانی داشته باشه و تمام شواهد حداقل در کوتاه مدت حاکی از این واقعیت. سوال دیگرم این هستش که فرصت کوتاهی هم داریم. خانم کلینتون اشاره میکنند به دیپلماسی و تحریم هر دو با هم. تحریما رو صحبتشو کردید شما و نظر خودتون رو در اون مورد گفتید. به کارگیری دیپلماسی تا چه اندازه میتونه کارساز باشه به نظر شما؟ به نظر من در رابطه با دیپلماسی هم چون رژیم جمهوری اسلامی رژیم پاسخگو نیست، به معیارهای جامعه بین المللی احترام نمیذاره و دروغ میگه، برنامه اتمی شو 18 سال در واقع به دور از چشم آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داده و تمام شواهد به ویژه گزارش اخیر آژانس حاکی از این واقعیت که اینا میخوان به بمب اتمی دست بیابند و
دیپلماسی هم در این زمینه نمیتونه کارساز باشه و اگرم کارساز باشه چه جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکرات با کشورهای پنج به اضافه یک برگرده چه برنگرده در واقع بازنده اصلی خواهد بود. کی؟ جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزارم از آقای رحیم رشیدی روزنامه نگار. خواهش میکنم.